میدونستی الهام چرخنده تا به حال 3 بار ازدواج کرده که اولیش هم توی سن خیلی خیلی کم و کودکی بوده و آخریش هم یه روحانی ساکن کربلای عراقه که ازدواج اول و دومش به طلاق ختم شده و از ازدواج سوم و سرنوشتش هیچ خبر موثقی در دست نیست. حاصل ازدواج‌های الهام چرخنده اینطور که خودش میگه 2 فرزند پسر به نام‌های ارسطو و شایان هستند. با ما تو این ویدیو همراه باشید، یه مروری بر زندگی شخصی و ازدواج‌های الهام چرخنده می‌کنیم و حواشی که هر کدوم از این ازدواج‌ها داشتن و چی شده که به طلاق ختم شدن رو با هم بررسی می‌کنیم. شما هم برای اینکه ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندید، حتما همین الان کانال رو سابسکرایب کنید. سلام سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال خودتون، کانال زرد تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. الهام چرخنده متولد 4 تیر ماه 1357 توی شهر کاشان بوده. حرفه اصلیش بازیگری سینما و تلویزیون بوده، ولی خب توی رشته‌های مختلف مثل مجریگری و آواز و موسیقی و اینجور چیزا هم سررشته‌ای داره و فعالیت داشته. ایشون دانشجوی انصرافی رشته مهندسی معماری بوده و بعد از دانشگاه هم فعالیتش رو توی موسیقی ادامه داده بود. الان هم که مبلغ چادر و حجاب هست. الهام چرخنده مدعیه که اون لولی که توی موسیقی به دست آورده بود اگه ادامه میداد حتی بالاتر از گوگوش هم قرار میگرفت و کنسرت های خیلی شلوغی میتونست توی خارج از کشور برگزار بکنه، ولی خب به دلیل اعتقاداتشون مسیر رو رها کرد و یه راه دیگر رو پیش گرفت. الهام چرخنده 3 بار تا حالا ازدواج کرده که همسرهایی هم که داشته هیچ شباهتی به هم نداره. از همسر اولش و اینکه چه کسی هستش خیلی اطلاعات دقیقی منتشر نشده، ولی خب توی سن خیلی پایین و زیر 18 سال ازدواج کردش و حاصل این ازدواج اول هم پسری به نام شایان بودش که الان شایان 24-25 سال سن نشه. اما ازدواج اولش زیاد طول نکشید و زیر 18 سال ازدواج کرد و زیر 18 سال هم اولین طلاقش رو گرفت. الهام چرخنده توی حوالی سن 17-18 سالگی وارد فضاهای بازیگری و سینما و تئاتر شدش و اونجا با فرشید نوابی که یه بازیگر تئاتر بودش آشنا شد و وقتی خودش 18 سال و فرشید نوابی 19 سال سن داشتن با هم ازدواج کردن و زندگی مشترکشون رو شروع کردن. این دو بازیگر از سال 75 تا 93 نزدیک به 18 سال با هم زندگی مشترک داشتن و در سال 93 به یک بار از هم جدا شدن. حاصل ازدواج فرشید نوابی و الهام چرخنده هم یه پسر بودش به اسم ارسطو که در حال حاضر نوجوانه و با پدرش زندگی میکنه. فرشید نوابی علاوه بر بازیگری کار تهیه هم انجام میداد و خیلی از برنامه‌های تلویزیونی و فرشید نوابی تهیه کنندهش بود. حتی یه تایمی هم تهیه کننده اصلی برنامه‌های شبکه ماهواره‌ای مهاجر بودش و با الهام چرخنده 8 سال رو توی انگلیس برنامه‌های ماهواره‌ای رو تهیه می‌کردن. اون سال‌ها شبکه مهاجر تنها شبکه ماهواره‌ای دارای مجوز بودش و الهام چرخنده و همسرش فرشید نوابی هم یه ذره برنامه‌های بازتر و آزادتر یا توی این شبکه تهیه و تولید می‌کردن که معروف‌ترینش همون برنامه استعدادیابی موسیقی بودش که الهام چرخنده حتی چند تا آهنگ هم توی اون برنامه تکخوانی کرد که کلیپاشو براتون توی ویدیوهای قبلی منتشر کردم، میتونید مراجعه کنید و تماشا بکنید اونا. اما از سال 80 تا 88 الهام چرخنده و همسرش توی انگلیس برنامه شبکه مهاجر رو انجام میدادن که در نهایت هم با لغو مجوز این شبکه مجبور شدن که برگردن ایران. بعد از اینکه سال 88 الهام چرخنده و فرشید نوابی مجبور شدن برگردن ایران، یه چند سالی خیلی فعالیت شاخصی هیچ کدومشون نداشتن تا اینکه سال 1392 الهام چرخنده بعد از سالها با سریال آوای باران در نقش زیور در کنار چهره‌هایی همچون مهران احمدی و سیاوش خیرابی و آزاده زارعی دوباره برگشت به قاب تلویزیون و شهرت قبلی خودش رو تونست به دست بیاره. توی همون سال یعنی سال 92 سریال پروانه رو هم در کنار همسرش فرشید نوابی در کنار حامد کمیلی و سارا بهرامی بازی کرد، ولی خب هنوز سریال پخش نشده بود که خبر جدایی و طلاقش از فرشید نوابی رسانه‌ای شدش. اما نقطه عطف زندگی الهام چرخنده رو شاید بتونیم نوروز سال 93 عنوان کنیم، وقتی که الهام چرخنده 36 سال سن داشت و یه ویدیویی از خودش با پوشش چادر منتشر کرد و توی اون ویدیو که نوروز سال 93 هم منتشر شده بود تبریک عید رو به رهبر انقلاب آقای خامنه ای انجام داد و از دگرگونی روحی و رفتاریش صحبت کرد و گفتش که از این به بعد میخواد پوشش حجاب
کامل یعنی چادر رو انتخاب بکنه و از این به بعد چادری بشه، که این حرکت الهام چرخنده با واکنش‌های مثبت و منفی افراد مختلف مواجه شد. عده‌ای اونو سمبل حجاب و تحول و اینجور چیزا دونستن، عده‌ای هم اونو سمبل ریاکاری و دورویی. ولی خب از همون سالها بودش که فعالیت الهام چرخنده توی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خیلی قوت گرفت و توی چند تا وبسایت مثل آپارات حتی برنامه‌هایی رو هم اجرا کردش الهام چرخنده. خیلی جا ازش دعوت میکردن، خیلی جا میرفت سخنرانی میکرد، درباره حجاب صحبت میکرد، درباره تحولی که توی زندگیش اتفاق افتاده بود صحبت میکرد و هر روز کلیپ ها و مصاحبه ها و برنامه های مختلف الهام چرخنده توی رسانه های مختلف پخش میشد و حمایت های زیادی هم ازش شد و خواسته یا ناخواسته یه جورایی سمبل چادر شدش الهام چرخنده و واسه همینم تعداد زیادی از مخاطبا جذب شدن و کارهاش رو دنبال میکردن. البته که توی این سالها کم هم حاشیه درست نکرد الهام چرخنده. اما شهریور ماه سال 96، هلوش 3 سال بعد از طلاقش از فرشید نوابی، الهام چرخنده برای بار سوم ازدواج خودش رو رسانه‌ای کرد. این بار عجیبتر از همیشه و با یه همسری دقیقا نقطه مقابل فرشید نوابی، حداقل از بعد ظاهر. اون با یه روحانی به اسم سید محمد درویشی که ساکن کشور عراق و شهر کربلا هم بودش ازدواج کرد. خب الهام چرخنده مدعیه که از سال 96 که با همسرش ازدواج کرده در کربلا زندگی میکنه و مجاور حرم امام حسین شده. الهام چرخنده دوباره توی چند وقت اخیر با کلیپ سلام فرمانده خبرساز شد و بعد از مدت‌ها بی‌خبری ازش دوباره یه حاشیه جدید درست کرد. حالا مشخص نیست هنوز توی کربلا ساکنه یا از این همسرش هم جدا شده و دوباره برگشته ایران. الهام چرخنده اینطور که خودش گفته همین 2 فرزند رو داره و 1 پسر از همسر اولش و 1 پسر هم از همسر دومش داره و از همسر سومش در حال حاضر هنوز بچه دار نشده. البته که توی 5-6 سال اخیر به واسطه همسر روحانیش توی کشور عراق و شهر کربلا ساکن بودن که توی ماه‌های اخیر دوباره بعد از سالها به ایران برگشته و این کلیپ جنجالی سلام فرمانده هم برای همین تایمیه که اومده ایران، که خیلی‌ها شایعه کرده بودن که از همسر سومش هم احتمالاً جدا شده، ولی خب هنوز تایید یا رد نشده. خب دوستان حتما نظرتون راجع به حواشی و اتفاقاتی که الهام چرخنده توی این سالها داشته برامون بنویسید و بگید به نظرتون کلاً شخصیت این آدم رو قبول دارید یا نه. حتما نظرتون رو برام کامنت بکنید، یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.